درود فراوان بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مخصوص روز شکرگزاری. ولی مخصوص منظورم اینه که امروز ما با شما هستیم در روز شکرگزاری در امریکا و من واقعا شکرگزار هستم برای... خب شما برای چی شکرگزار هستید؟ من شکرگزارم برای این که با من هستی. آره آره با تو هستم. آره و از این که اول از همه که سلامت هستی، این از همه چیز مهمتره تو این روزها، تو این فضا، تو این حالا. بسیارم خوب، خوشحال کننده و ازش که ما وجود داریم، هستیم، روی زمینیم نه توی زمین. واقعا من این برنامه شروع کردیم به این صورت که روز شکرگزاری، روز شکرگزاری روز فقط غذا خوردن نیست، روزی که با آن چی که داریم و خواهیم داشت و داشتیم واقعا شکرگزار باشیم. بله. و من عریضا همیشه در این مورد صحبت کردیم که واقعا شکرگزار هستیم برای دوستانمون، شکرگزار هستیم برای خانواده، شکرگزار هستیم برای دکترمون، شکرگزار هستیم برای پلیس محلمون، شکرگزار هستیم برای معلمین فرزندانمون، حالا در هر سنی هستن، برای اینکه اون نقش مهمی دارن، و شکرگزار هستیم برای شما. واقعا معلمه فرزندانت که دیگه ندیگه باید بگیه نتیجه های آمان. نره ها و نتیجه های آمان. ببینی اگه بگیم نتیجه واقعا خیلی آره، یعنی ببین چند سال دیگه ما نتیجه ها رو خواهیم دید. در هر صورت برنامه فیس تو فیس نگاه میکنین، در این روزهای باور نکردنی هر روز یک چیزی میرسه از این باغ واقعا. و عزیزا در این روزهای که داریم همه منتظر واکسن هستند، همه منتظر واکسن هستند و خبرهای زیادی میاد، حالا از آکسفورد، از یک کمپانی دیگر، یک دانشگاه آکسفورد بریتانیا خبر بیرون اومد که خب اونام کارشون خیلی خوبه. بله. واکسنی که بیرون میاد حالا گفتن 70% کارگر خواهد بود. ببینید هر چقدر باشه خوبه، برای اینکه ما واکسن فلو هم میزنیم، ولی این معنی نمیده که 100% ما فرو نگیریم. اگر سرمو بخوریم رقیق‌تر خواهد بود، آرام‌تر خواهد بود. درسته؟ این از این ماجرا. ولی هر کسی که این واکسن آنفولانزا رو میگیره من هم مریض شده. نه من زدم کجا مریض شدم؟ خب مریضی ها فرق میکنه. بذاری روحی روانی رو میگی؟ مریضی ها نوع مختلف داره. خب یه داستانی بخوام در مورد صحبت کنیم. اولا بگم که دوستان عزیز که از ایران پیغام فرستادن برای من، برای رضا، من برای رضا که بیفستین، این همه رو خراب میکنه سر من که جواب بدم، باور کنید. اصلا خوب نیست واقعا. تو جواب بده. از این نظر من شکرگزار نیستم. من شکرگزار نیستم. دوست عزیزی که برای من واقعا دوستان خیلی زیادی، هفته پیش در مورد مسئله، هر دفعه یک مورد رو عزیز صحبت کنیم، دوست عزیزی که صحبت کرد که گفت که واقعا آدم بسیار فهمیده، خانواده خوب، من نمیشناسم، چی سوال کرده خوب. از راه دور، ساکت باش، از راه دور. از راه دور گفته که در خانواده سه نفر بر اثر از فامیلامون بر اثر کرونا فوت کردن. و یکی هم در بیمارستان فرهیختگان پونک هستش. پدرشون دنبال داروی رومتسویر هستش که قیمتش گفتن در بازار سیاه حالا باید پیدا کنن 6 عدد 80 میلیون تومان. فقط اونم میتونه نجاتش بده از نظر قضا، از نظر چیزای روزمره نوشته، اصلا اسپورده همه رو کسان باور نکردنیه که صحبت نکنید مثلا با فامیلیتون دارین صحبت میکنید راحت دارن زندگی میکنن، ما در حد عمومی داریم صحبت میکنیم. نه هیچ کی راحت زندگی نمیکنه. آره. اینه که واقعا مشکل که حتی ثروتمندم هستن و یا وضع مالی خوبی دارن، حتی اونها هم بالاخره فشار اقتصادی فشار اقتصادیه. شما نگاه کنید دایت ما، رژیم ما احتیاج رو خیلی غذا رو در روغن سرخ کنه. بله. شکی درش نیست. بله. حتی امریکا هم همینطوره، میگن اصلا روغن که پیدا نمیشه، مواد غذایی پیدا نمیشه، هیچی پیدا نمیشه. من یاد این انداخ که یه سری من شنیدم، یه داستانی رو شنیدم، امیدوارم تلویزیونی باشه. گفتن روز قیامت مردمش رو دو تا بهشون به اصطلاح چویس دادن،
دو تا دید گفتن که شما میتونن انتخاب دادن، حق انتخاب، یا برین جهنم امریکایی یا جهنم ایرانی، کدومشو میخواین؟ همه گفتن خب چه فرقی داره، ما اول فرقشو بدونیم. گفتن جهنم ایرانی هر روز یک دفعه در روز قیر و داغ میکنن، در این حفره در بدنتون میریزن. گفتن روز یه مرتبه. گفتن قیر داغ 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 داغ، یه عده میان قیر رو میارن، آتش روشن میکنن، داغ میکنن و انجام میدن. گفتن امریکایی چطور؟ گفت اونا هفته یه باره. مردمی که به اصطلاح خیلی عقلشون کم بوده اینا گفتن خب ما میریم امریکایی دیگه، خب اونجا بهتره. کجا رو انتخاب میکرد هر روز؟ ما این مسئله امریکایی رو انتخاب میکردیم. ایرانی قیر نداشتیم. یک سال گذشت، اومدن آمار بگیرن ببینن در چه حال هستن اینا، آدم شدن یا نشدن. گفتن که از امریکایی ها برسن چطور بود؟ گفتن بله همون هفته یک بار اومدن، 52 بار در یک سال اومدن رو داغ کردن و پدر اومده در آوردن. گفتن خب باشه تو بعد درست هست. رفتن اونجا گفتن شما چطور چند دفعه قیر؟ گفتن اصلا هیچ قیر میره انتقال نیفتاد. گفتن چرا؟ گفت یه روز قیر نبود، یه روز داغ نبود، یه روز برق نبود، یه روز گاز نبود. اصلا گفت راحت راحت زندگی کردیم. پس ببینید جهنم ایرانی خیلی بده، جهنم امریکاییه. با توجه در اصل دوست عزیز که پیغام فرستین، خیلی متاسفم. یه سوالی ازت میکنم. ادامه داری این قصه؟ یه سوال ازت میکنم. خب تنکسگیوینگ هستش. با انتخاب کابینه آقای بایدن چی فکر میکنی برای بایدن و فردای آمریکا؟ فردای آمریکا، اول من نگاه کردم به چند تا از این کاندیداها، نگاه کردم به وزیر امور خارجه آقای بایدن. بله. دیدم که خب سوابقی داره به عنوان همیشه به عنوان معاون این دستگاه‌های به خصوصی که بوده. بله. معاون بوده و الان هیچ مشخص نیست، برای اینکه هنوز اون راه و یا طریقی که این میخوان اعلام دیپلماسی بین‌المللشون اعلام نکردن. هنوز این خانمی که انتخاب شده برای سازمان ملل هنوز صحبت نکرده. هنوز در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت نکرده که ببینه که نظرش در مورد تروریسم، در مورد مسائل مختلف خاورمیانه هنوز صحبت نشده. ما فقط بایوگرافی اینا رو داریم میخونیم که بفهمیم. ولی یادتون باشه ها، زیاد تغییری در بعضی از تصمیمات پرزیدنت ترامپ رو نمیتونم بگیرم، برای که ما یک مجلس، یک مجلسی داریم که دموکرات، مجلس نمایندگان، برای مجلس مهم سناست. که واقعا مجلس سناست، این جمهوری خواهه. حالا باید صبر کنیم این اتفاق بزرگی در جورجیا میفته، ببینیم که چه اتفاق میفته برای دو تا سناتور جورجیا. که آیا اینا میرن از این که الان هستن میرن میشن 52 تا، یا در این صورت خواهن مون مدجسین. در اصل مجلس دست نمایندگان، مجلس شورای نمایندگان، شورا نه، مجلس سنای امریکا دست ریپابلیکن ها خواهد بود و خیلی از تصمیمات دونالد ترامپ عوض نخواهد شد به نظر من. موافقم. شما هم دین نظر هستم؟ بله، به خصوص که ایشون اومده تصمیمات رو از برجام در آورده و به تروریست وصل کرده. زمان اگه به برجام بود خیلی راحت میتونست آقای بایدن اینو برگردونه. ولی زمانی که اسم تروریست رو میاره دیگه اون موقع مسئله فهم کنه. و بعدم یه چیز دیگه که دوست دارم درباره‌اش صحبت کنم، حالا روز تنکسگیوینگ و این روزهای تعطیلات هستش، ولی یه چیزی که مهمه و دوست درباره‌اش بکنیم و بحث کنیم این هست که آمریکا دو تا علبای داره، دو تا کشوری داره که این دو کشور براش اهمیت حائز داره. این دو تا کشور تازه به هم دیگه وصل کرده، یکیش اسرائیل، یکیش عربستان سعودی. از عربستان سعودی پول خوب دریافت میکنه همیشه و حمایت مالی حسابی میشه ازش و بهش همیشه اسلحه و اینا فروخته. و اسرائیل هستش که خب توجه داشته باشه که لابی اسرائیل در آمریکا بسیار پرقدرت هستش و اتاق فکر آمریکا، که این اتاق فکر رو خیلی دوباره دوست دارن همیشه صحبت کنم، اتاق فکر آمریکا هم بزرگانش یهودی ها هستن، چند تا یهودی هستن که همچنان در اتاق فکر قرار دارن و همچنان هم تصمیم گیرنده فردای آمریکا هستن. یعنی پرزیدنت آمریکا تصمیم گیرنده فردای آمریکا نیست،
اون یه کسیه که استخدام میشه برای 4 سال که کشور رو کاراش رو انجام بده به چرخونه. اون اتاق فکره که در واقع باز دوباره اون آدم رو به نظر من انتخاب میکنه. این نگرش من هست نسبت به آنالیزه خیلی خوبی بود. آره، چون حساب بکنم که حسین جان فردا شما الان با تمام آگاهی و دانشی دارید ببرنتون بزنتون رئیس دانشگاه مثلا UCLA، درسته؟ شما آشنایی دارید به دانشگاه؟ شما دانشگاه رفتی؟ بله بله. نه اونجا قبول نمی کنم. نه ما هم نمی خواهم، ولی همش تو رنگای UCLA می پوشی. بعد بزنید اونجا. آره آبی و زرد. ولی بدن اونجا بزنن. باز دوباره اگر اون گروه نباشن، یه آدمی که یه روزی رفت بلند میشه میاد اونجا، اونم حالا یک کشور رو باید بچرخونه، به این راحتی نیست. متوجه میشم. البته یه خبری که بیرون اومد، خب یه ذره مقدار مردم میذار راحت تر شدن، که دونالد ترامپ دستور داد که مسئله انتقال قدرت شروع بشه و انجام شده. ولی هنوز گفته این مسئله تقلب و دیگر مسائل رو من دنبال خواهم کرد. و میگه که ما به قدرت در قدرت خواهیم ماند. در قدرت که نه، ولی خب خواهیم ماند در کاخ سفید. ولی باید ببینیم چه شه. برای شوخی فعلا شروع کردن. البته جمهوری خواه میگن خب اون دفعه ما رو 37 روز معطل کردید به خاطر الگور. بله. تا دیوان عالی امریکا تصمیم بگیره الگور و بوش، میگن حالا 37 روز هم ما طول میدیم ببینیم چی میشه. درست. ولی 8 دسامبر که روز بسیار مهمیه، که اولین قدم برای تغییر انتقال واقعا همه چی به رئیس جمهور جدید. کمپانی رگرنان که همون دوایی که آقای پرزیدنت ترامپ خورد، 300 هزار دوزش در دسترس دولت امریکا قرار داده. 300 هزار دوز. البته به کسایی که واقعا در موقعیت بدی هستن خورده بشه، تزریق بشه، مثل شربت میمونه دیگه. و دونالد ترامپ هم اونو خورد و بیشتر بهش کمک کرد. شد. خیلی خوب شد. ببینیم که پسرش جونیور تو چه فضایی خواهد بود. آیا او هم اینو خوب میخوره؟ آیا اونم خوب شده یا نشده؟ چون یه مدتی اومدن چند روز پیش اومدن گفتن که حال عمومی خوبی نداره. حالا باز دوباره میتونه تبلیغات باشه که آقا حال عمومی خوبی نداشت، ولی خورد و خوب شد. البته این دارو خیلی خوبه. دارو خوبه برای کمک و بهتر کردن حال این نفر که کرونا گرفته. از خبرهای دیگه، بیمارستان های تگزاس اعلام کردن که خودشون دارن آماده میکنن تا 3 هفته دیگر بتونن واکسن رو به مریضاشون تزریق کنن. باریشان. 3 هفته دیگه. واو. امرجنسی بیرون اومد از طریق کاخ سفید که ببینید اینو حرکت بدید. بله. و میخوان اینو انجام بشه قبل از اینکه ترامپ عوض بشه. بله. ترامپ بره، برای اینکه همون قولی که داد بنده خود سر قولش واسطا. درسته. واقعا درسته. چند روز دیر اومد بیرون، یه ذره موزیگری شد، ولی خب انجام شد. اونی که گفته بود انجام شد. از خبرهای دیگر که شما دوست دارید، علیرضا، تسلا. بله. مارکت کپش، قیمتش به چقدر رسید؟ 500 میلیارد دلار. بله. نه میلیارد نه، تریلیون دلار. تریلیون دلار. بله. تریلیون دلار. یعنی 500 میلیارد دلار. الان شیرها، یعنی سهام تسلا در 555 دلار امروز که من با شما داریم صحبت میکنم قرار گرفته، و یعنی نزدیک 500 میلیارد دلار مردم سهام تسلا رو خریدن در دستشون هست. مارکت کپ تسلا. واو. خیلی زیاده. نفر دوم جهان شد دیگه. بله. ثروت. بله. بله. نفر دوم جهان شد. اولش کی بود؟ اول هنوزم هست. بیزوس. amazon.com. بله. جف بیزوس. بله. خب این از این ماجرا. اگر اونهایی که با جپردی آشنا هستن، عرضا که من تو خیلی دنبال می‌کردیم. بله. و مجریش آقای الکس تربک فوت کرد. بله. بالاخره یه هوست تمپراری پیدا کردن. چیه؟ و اونم که 74 بار برنده شده بود. آها. بله. اونم آقای کنت جنینگز هست. بله. همیشه که نخواهد بود، چند تا میان میرن تا بالاخره انتخاب کنن. صحبت زیادی بود سر جنینگز که به خاطر اینکه او برنده شده، ولی مهم مسئله چیز دیگه. مهم آقای مجید شیمی یک مجری تلویزیونیه که چقدر اون آدم میتونه که الکس داشت جلوی دوربین خوش بدرخشه. متوجه این؟ من مثلا نگاه میکنم
مجریای تلویزیونی که به خصوص شو مسابقه اجرا میکنن یا تاک شو انجام میدن، اینها باید یک حس دیگری داشته باشن، یه حال دیگری داشته باشن. اون موقع است که طرف میتونه اون نقش رو بازی کنه و اون کار خوب انجام بده. یه چیز مثبتی که آقای الک تربک که در سن 80 سالگی فوت کرد این بود که فرانسهش خیلی عالی بود. بله. و این جملات خیلی جملات فرانسه در این سالا هست خیلی خوب ادا میکرد و واقعا هم شروع در دستش گرفته بود. در اصل این از این ماجرا. تانکسگیوینگ، روز شکرگزاری. روز شکرگزاری شما اولین تانکسگیوینگ تو امریکا چه سالی رفتی؟ کجا رفتم؟ چه سالی؟ هزار نه هزار درسته. هزار درسته. هزار درسته. بله. هزار و 1979. 79. بله. من اولش رو 77 رفتم. آره 79 رفتم. بله ما نمیدونم داستانش رو تعریف. نه 78 رفتم. 71 سال بعد از من بوده. یک سال 78 رفتم. بله من 77 رفتم اولین تانکسگیوینگ رو. بله. اونم مهمون شدیم به خانواده آمریکایی. بله. چهار تا رومیت. من 79 رفتم بیرون. آره 79 اولین تانکسگیوینگ واقعی که رفتم بود. ما اومدیم امریکا بعد درست چم نگو داستانشو نگو شیشفان بعد رفتیم در این اولی بود داستانش هم ببینیم نه بعد بگه نه دیگه یادم رفته باور کنم من میگم واسه شو بگو آقای مجی تشریف میبرم به یک مهمانی آمریکایی با چهار تا سه تا رومتان با سه تا دوستان روم هم اتاقی هاش میرن اونجا و غذا کامل رو میخورن لذت میبرن میان و میگن آقا ما باید چطوری تشکر کنیم از این خانواده میرن با هم دیگه یک فروشگاهی از این فروشگاهی که کارت ها هم کارت از اینجا بود تا اونجا کارت های تبریک و اینا اون موقع خب تکس و اینا هم نبوده دیگه کارت با... کارت خیلی رفت آره زیاد فروش میشد فروش میرفته این کارت ها رو دونه دونه رفتن دیدن یه کارت خیلی بزرگی اونجاست خوشگل بود خیلی بعد هر میدارن اینا چقدر قشنگه روشم بزرگ نوشته انگلیسی اونم که خیلی عالی آره اینا نمیفهمیدن انگلیسی چه روش نوشته سیمپاتی حتما معنی قشنگی بزرگ آره دارن اینا کارت رو خریداری میکنن امضا کردن هر چهار نفر رو باز میکنن و نوشته های انگلیسی هم داره اونجا خوشگل نوشته های خیلی مشکل آره مشکل عاشقانه خیلی قشنگ همهشون چارتی امضا میکنن و میزنن تو پاکت و میفرستن خخه خدا رو شکر خب میگم بابا اقلا ما نشون دادیم که ما ایرانی هستیم و چقدر خوب کارت چی بوده کارت در رابطه با یه کسی که عزیزش رو از دست داده تسلیت فوت گفته و تسلیت بهش گفتن و احساس سیمپاتی کردن نسبت به اون مساله آقایون کارت میفرستن یارو که بدبخت غذا رو درست کرده بوده به اینا داده خوردن نوشته از درگذشتش نگران نباشید تنهایی رو داده خدا کم آخر رو بشه خداوندتون صبر و شکیبایی بده ما در مورد مقلمون گفته بودیم صبر و شکیبایی بده در مورد اینا نگاه کردن این دیوانه ها چی هن به جایی که تشکر تنکیو کارت بفرستن واسه ما کارت سیمپاتی فرستادن خیلی خوشگل بود باور کنید اینقدر قشنگ بزرگترین کارت اونجا بود کارت رو به سایز خرید اینا میخونن و خجالت میگن بهشون بگیم خیلی خجالت میکشن یک سال به ما نگفتن بعد یک سال ما اینا رو دیدیم گفتن یه سی میخوام بهتون بیه حالا که انگلیسی تو خوب شده دانشجو بودیم دیگه تازه اومده بودیم ایران خبری نبود موقع انگلیسی که خب گفتن شما این کارت رو برام فرستادید هر موقع الان میرم کارت بخرم خیلی قشنگ میخونم همه رو توشو بخون تو رو خدا خب اینجا من میبره عریضا در یک بر یک چیز به اصطلاح فرهنگ سازی که ما همیشه میگیم خودمونم یاد میگیریم در موردش صحبت کنیم که چی؟ اوکی آماده هستی؟ بریم برگردیم بریم برگردیم بریم برگردیم صحبت کنیم خب در مورد یه چیزی که ما ببینیم فرهنگ سازی میگیم تو رو خدا این اشتباهی نکنیم ما یاد میگیریم این مسئله رفتن به مهمانی مخصوصا در تانکسگیوینگ من با چشای خودم دیدم خیلی رعایت نکردم میزو میچینن ببینید یکی از چیزای خوبی که تانکسگیوینگ داره برای اون خانواده که شما رو دعوت کردن این دکوراسیون میز بسیار بسیار مهمه براشون بله بله یعنی حتی بوغنمو رو که در میارن اون خیلی خوشگل شده میذارن روی میز همه دور وامیستن و وقتی میگن بفرمایید سر میز نه اینکه بفرمایید شروع کنین غارت نیستش که یعنی که شما بیاین واستین خانم آقای میزبان تشریف بیارن بله بعد یه چیزی به شما بگن اون بغل من اونجا چیزای مختلف هم هست شما وامیستید
دعاتون رو میخونی؟ آره دعا منظور ایشون هر چی میخواد بگه، به هر زبان و هر مذهبی هر چی دوست داره بگه. ببینید این یه چیز خوبه، تنسگیوینگه. خدایا ما که سیر داریم میشیم. یه چیز خوبه تنسگیوینگه. یک اصلا یک چیز فان تنسگیوینگ. بعد میره یکی یکی دور میز، همه میگن برای چی شکرگزار هستن. بعد اینو بر میدارن میبرن. سلایس میکنن، تیکه تیکه میکنن، میبرن، بعد میارن دوباره میزنن سر میز. گوشت های سفید و نه بعضی سر میز میکنن. سخته. ببینید اون وسط که نمیشه این کاری کرد. خوده این نرید یه وقت. نه. نه. بعد بردارید، ببرید اونجا بذارید، با این چاقوهایی که برقی قشنگ ببرید و دوباره بیاری سوا کنید، گوشت سفید و مشکی. سوا کنید، بیارید بذارید. دارکن موید چقدر راحت تره. بیارین بذاره سر میز. پس من توصیه میکنم حتی اینه به این خانم آقای، این خانم آقایی که دعوت کنه یه در خونه ران و سینه حسش بهتره. چی؟ ران و سینه حسش بهتره. قیافش هم بهتره. دیگه چیز دیگه هم داریم بکنه ران و سینه؟ چه باله؟ بال هم دارن یه همون جنسه. اون بال ما رو اونهایی که بال بال میزنن بیا سری بخورن. بعد از اونهایی که میزبان هستن من توصیه میکنم بگین تشریف بیارین سر میز. میگن بعد میگه شما رو تو آشپزخونه یه سیزی دارین درست میکنین بیارین. بعد میگه خب بفرمایید دیگه، شما نگین شروع کنین من الان میام، بعدا اون وقت خودتون پشیمون میشی. بله. نگین تو رو خدا، بگه صبر کنین الان میام. الان میام. اینو ما بهتر رعایت کنیم. حالا این فقط برای عریضا موافقی که برای تنکسگیوینگ که نیستش که. کلا اینطوری باید باشه واقعا. واقعا. خب این یه سری که من باید بگم که خیلی متاسفم میگم، یا تو رعایت میکنی اینا. متاسفم ولی خیلی بود اصلا. یکی از من یه سوالی کرد که واسم جالب بود و برام دوست داشتم اتفاقا سوال کردیش تو خونه خودم. سوال کردی که خب این قاشقا رو توضیح دادیم که این قاشقا به چه هستش، هر قاشقی چه نقشی رو داره. بعد یه قاشقی قرار میگیره بالای بشقاب، یعنی یه مقدار اینجا و اینجا، یه دونه اونجا، یه قاشق اینجوری میذاره. توضیح بده برای چیه؟ بله باشته دارین شما. این قاشق برای چیه؟ برای دسره. قاشقی که بالای بشقاب به تنهایی قرار میگیره قاشق دسر هست. دسر رو با چنگال نمی کنن؟ خیر، دسر رو این قاشق برای اون محسوب میشه. که اگر یعنی شما کیک و با مثلا اگر خواستید یا بستنی باشه یا چیزی باشه، این قاشق باشه دسر هسته. خیلی خوبه. حالا چنگال کوچیکره دارید شما داره. که آخرین چنگاله سر میز محسوب میشه در واقع. ولی وقتی میچینن اینطوری، وقتی میچیننش اون آخرین چنگال محسوب میشه. ولی خیلی وقتا اگر هم باشه گاهی وقتا میتونن قاشق و چنگال رو اون بالا بذارن. ببین همین رو من میگم، باور کنید من خیلی تنکسگیوینگ رفتم، این نظم و انضباط میز تنکسگیوینگ خیلی مهمه. ببین امریکا یا بسیار اهمیت میده، هم تگریزا گفت بسیار بسیار اهمیت میدن. اون وقت تازه بهتون میگن کی کجا بشینه. درست عزیزا؟ خیلی همینطوری نرین بشینه. نرین بشینه. صبر کنید که اونا بهتون میگن کی کجا بشینه. وای بالا کسی که اون وسط بیفته. همینطوری میگن سیب زمینی رو بده، اونو بده، اونو بده، همینطوری باید پس کنید. درسته. همیشه گوشه رو انتخاب بکنید. گوشه رو انتخاب بکنید. آره اونا بهتون میگن کجا بشینید. خلاصه این یه مسئله بود که خواستم در مورد صحبت کنم که بدانید و آگاه باشید. السلام علیکم. خب برمیگردیم با یک بحث دیگری. بله همچنان که در هفته تنکسگیوینگ هستیم، اتفاقی که میفته رضا اون جمعه سیاه هم در راهه. بله جمعه سیاه و امسال میخوان یک مقدار روزهای بیشتری بذارن به جمعیت کمتری. بعضی شروع کردن. بعضی شروع کردن از یک هفته قبل این جمعه سیاه شروع کردن. البته جمعه سیاه برای آمریکا یا برای کسانی که اسم جمعه سیاه رو شنیدن یا آمریکای شمالی، در واقع برعکس جمعه زیبایی و قشنگی هسته. جمعه سیاه همیشه وقتی جمعه آره. سیاه تو فکر کنی منظورشون یه چیز دیگه هسته. بلک فرایدی آره. اصلا یه چیز دیگه. ولی وقت دوشنبه که میاد در امریکا، ما جمعه شنبه یک کمی دوشنبه که میاد
پرفروشتر از روز جمعه خواهد بود، اونم سایبر ماندی هست. بله. مردم روی آنلاین خرید میکنن مخصوصا امسال. بله. که باز دوباره اونم دارن از الان شروع کردن. آره. تردیشنالی اسمش سنتی اون روزو میگن سایبر ماندی که انجام بدن. و این دلیل اینکه تنکسگیوینگ هم همیشه میگن چهارمین هفته ماه نوامبر، بعد موقع نوام پنج تا پنجشنبه داره. درسته. میگن چهارمی که اگه خدای نکرد پنج تا بود، اون موقع الان که دیگه فرقی نداره، اون موقع بود مردم وقت بیشتری برای خرید کریسمس داشته باشن. این هم یکی از دلایلش بوده. و خب از یه طرف دیگه هم نگاه بکنیم، کلن در آمریکا تنکسگیوینگ رو از روش خرگوشی پریدند. یعنی سعی کردن که زیاد مسئله تنکسگیوینگ رو پر سر و صدا و پر هیاهو نکنن، برن مستقیم سر کریسمس که یه خورده مردم رو تو خونه ها نگه دارن. بله 100%. ولی ببینید تنکسگیوینگ پر مسافرترین هفته در امریکا. کریسمس به اندازه اون نیستش. کریسمس بیشتر میمونن خودشون برای خانواده خودشون، ولی تنکسگیوینگ که یه مقدار آشتی هم انجام میشه. درسته. خانواده ها با عصبانیت با قهر میرن ولی با هم آشتی میکنن. درسته. بعد موقع تنکسگیوینگ رو به گم میکشن خانواده ها، برادر و خواهر رو همه دوباره دعوای ادامه پیدا میکنه. این هم از ماجرای تنکسگیوینگ. تنکسگیوینگ هم در صورت مردم همیشه از هم سوال میکنن، واقعا ایرانی ها که میدونی فقط بوغلمو نمیخورن که چیزای مختلف درست میکنن. ولی اگر فرم من پرسید واقعا ساعت خوردن شام تنکسگیوینگ که من گفتم بین 3 تا 4. درسته. 3 تا 4. ولی خواهش میکنم از ساعت 1 بذارید 2 ساعت گفتگو و یه اوردرز خوردن و یه چای خوردن و یه کوکاکولا خوردن اینا باشه در. بله بله. این خیلی اگناگ هم میخورن در. اگناگ خیلی بزرگه. پس توصیه بدیم وقتی برگشتیم در رابطه با اگناگ، اگناگ چی هستش؟ بله اگناگ. اگناگ توی سنتی حتی در کریسمس هم استفاده میکنن، در تنکسگیوینگ هم استفاده میکنن. بله. من زیاد دوست ندارم به دلیل اینکه اگناگ یه چیز خیلی خیلی شیرینه. خیلی شیرینه. بله. خیلی شیرینیه، مثل مسقطی یه ذره شلتر حساب بله. بکنه. بله. من دوست دارم بدون مشروبشو. آها. چون بعد میتونه بدون مشروب باشه، میتونه آره. نوعهای مختلف الکل هم در داخلش آره. باشه. مثل مشت، مثل چیز میمونه، مثل شیک ماننده یه خورده. مثل شیک مونه، به قاشق هم آبکی تره. آره، یه ذره آبکی تره. آره. ولی درست شده شو در زمان تنکسگیوینگ در فروشگاه ها میفروشن. آره. آماده است که فقط بعد وب بشه، یعنی زده بشه. آره. زده بشه. زده بشه. زده بشه، یه مقدار سفتر بشه یا درست شده یه تقریبا یه مقدار سفته که میتونیم بریزون در لیوان میر کنه. خیلی ها دوست دارن، امریکایی ها دوست دارن. کرمه. بله. خامه داره. خامه داره. داره. کرمه، شیره، تخم مرغ، زرده تخم مرغ و سفیده تخم مرغ. بعد اون وقت مثلا مثل رام و ودکا و چیزهای مختلف ویسکی. جین اینا ویسکی اینا میرزن توش میخورن. این هم میشه ودکاشو شما چیز کردی؟ من شما آره. ساختی الان نمیرزم ویسکی و برندیه. آها ویسکی و برندیه. آره ولی ما میده که ما چی میگن یارو چریدی در رفت گفتید که میگفتش که ما نخوردیم اون گندم و آره دیدی دست مردم. آره من مشروب دوست آره. ندارم آره. دلیلی هم ندارم. ایرانی یوز everything ایوریتی آره عرق سگی تکیلا میرزم عرق سگی. خب این از این ماجرا که ولی هفته بسیار خوبیه، یعنی واقعا هفته خوبیه. سنتی عزیزا خودت که دیگه بیشتر از همه میدونی شب تنکسگیوینگ همیشه برنامه‌ای بسیار خوب ایرانی در لس آنجلس بوده. همیشه وقتی که امپی‌تئاتر در یونیورسال استودیو باز بود که خرابش نکردن و هری پاتر جاش نیومد، کنسرت‌های باور نکردنی اونجا بود. درسته. و شبی بود که درست میتونم بگم مثل لاس وگاس که مردم دور هم جمع می‌شدن، واقعا شب عالی بود. چهارشنبه شب بود، فرداش دور هم جمع شدن برای یا کودک آخرین باری که رفتیم برای تنکسگیوینگ فکر کنم کودک تئاتر بود. بله. دالبی تئاتر بود. بله. دالبی تئاتر بود. بله. در هر صورت این هفته بسیار عالیه. اما در کنار این یه مسئله دیگر من می‌خواستم مطرح کنم که دوستی با من در میان بود گفت تو رو خدا صحبت کنید.
این تلفن ها رو که همیشه ما در زندگی ما هست استفاده میکنه، درسته؟ درست. و دوستی بسیار بسیار ناراحت بود به من گفت باید با آقای امیر قاسمی رو در برنامه استفاده کنم. چی بگیم؟ گفت ببینید من تلفن کردم به یکی از دوستان در مورد یه مسئله بسیار مهمی میخواستم صحبت کنم که چند نفر دیگه هم در این جریان داخل این جریان بودن که نبودن، ولی من در موردش میخواستم صحبت کنم. به دوستی که اطمینان داشتم تماس گرفتم، ایشون تلفن رو جواب دادن و همسرشون یا دوست دختر هر کی اونجا بودش، بازم اون مسئله نبود و چطوری داشتیم صحبت میکردیم، روی سپیکرفون داشتیم صحبت میکردیم، یعنی اون دو نفر صدای منو میشتن، منم صدای اونا رو میشتن. 10 دقیقه صحبت کردم، من یه دفعه احساس کردم شاید یه صدای دیگه هم میاد. گفتم تلویزیون روشنه؟ گفتن نه، این دوستامون اینجا هستن، داشتیم رامی بازی میکردیم. تو زنگ زد؟ آره. گفتم چی شد؟ گفتن دوستامون، دو تا دوستامون هم، دو تا سه تا چهار تا هر چقدر که اونجا هستن، اینا هم دارین رامی بازی میکنیم. ایشون ناراحت میشه که چرا این کارو کردی، چرا نگفتی شما با کسی دیگری اونجا هستید که من دارم روی اسپیکر فون صحبت میکنم. ما یاد گرفتیم حتی تو اتومبیل هم نشستیم داریم رانندگی میکنیم، وقتی میای شما روی بلوتوت که صدام بلنده، میگیم من میگم علیرضا اینجا هستش نشسته، که خب یه صحبتی بعد میخواد خصوصی گفته نشه. به نظر ما اینو یاد بده. بعد گفتم خب چی شد آخرش؟ گفت من خیلی ناراحت شدم. بعد اونا من گفتن نگران نباش، اونایی که اونجا بودن مسئله ای نیست، اوکی هستن. ایشون گفته اون مسئله ای نیست اوکی هستن یا نه، اصلا من دارم به پرینسیپل صحبت میکنم. درست. من در مورد دارم مثلا یه اتیکت استفاده از تلفن با اسپیکر دارم صحبت میکنم. این تنها فقط یه نفر نیست، من خودم بارها دیدم. من گفتم روی اسپیکر هستی؟ میگفتن آره. کسی دیگه هست؟ بله فلانی هم. خب چرا نمیگین از اول؟ بله، یک دوستای من همین مشکل داشت. میگم من سعی کردم به یک دوست دیگری و داشتم باش حرف میزدم، میرفتم صدای خانومش هم داره میاد. گفتم آقا به یه روی اسپیکر گذاشتی من دارم این حرفا رو میزنم؟ گفتم آره روی اسپیکر اونم داره میشنوه. گفتم من می‌خواستم با تو صحبت کنم، من می‌خواستم با خانم صحبت کنم، به خانم زنگ می‌زدم. درسته. من می‌خواستم با تو صحبت کنم یا بذار روی اسپیکر. میگفتم بذار روی اسپیکر. و سر این موضوع ناراحت شده بود خیلی. بله. در صورت ببینید این دوست عزیزی که برای من تعریف کرد بسیار بسیار ناراحت بود، در کنار حرفایی که زد من مثلا در مورد اینکه این بی‌توجهی رو ناراحت شده بود. درسته. اصلا هیچ موقع نیست که مثلا من یا علیرضا داریم صحبت کنیم یه نفر نشسته باشه نگه. من فقط ما نیستیم، میلیون نفر همه این کار میکنن. درسته. بعضی مواقع آدم باید بیشتر حواسش جمع بشه. و اینکه به ایشون گفتم نگران اونا نباش، آخه نه خوب نیسته. نه خوب نیست. خواستم اینو در موردش صحبت کنم که دوست عزیز خیلی اسرائیل امیدوارم بشنون صحبت کردیم. دوستاشون بشنون. خودش که شنید. آره دیگه. بعد آره استاد دوستاشون میدونم. بهشون زنگ بزن به اون گوش کنم. آره شما یه کاری بکنید. بگید این برنامه رو دیدین تا حالا؟ خیلی برنامه خوبیه. شما یه نگاهی به این برنامه بکنید. یا ضبط کنین برنامه رو موقعی شما در خونتون یا همینطوری بذارین. اینم هست دیگه، ما داستانا رو داریم و یه مقداری اینا فرهنگ سازیه به نظر من. این فرهنگی که باید ما رفته رفته باش آشنا بشیم، خیلی مسائل ها، یا اینکه یه کسی یه حرفی بهت میزنه به کسی دیگه عنوان نکنیم. مثلا که چند روز پیش داشتم با شما صحبت دیگه دوست دارم میکردم، گفتم این شخص عجیب است، وقتی درباره یکی صحبت میکنه اصلا بلند میشه میره یا اصلا حرف نمیزنه. آره گفتم من. آره. خیلی خوبه. خیلی خوبه. حالا یه سری من بگم در این زمانه عریضا، در این زمانه تنکسگیوینگ، من اصولا موافق نیستم اگه مهمونی شام مثلا خونه من شما و چند تا بچه هستن شما بگید ما یه غذای میاریم، اصلا دوست ندارم. پاتلاک دوست ندارم. نه اصلا پاتلاک دوست ندارم، یا یه نفر میگه من اینو درست کنم میارم، اصولا دوست ندارم. حالا ولی تنکسگیوینگ فرق میکنه. آها. خیلی ها توی کالچر توی زندگی امریکایی همیشه پیشنهاد میکنم من چی بیارم برای که تنکسگیوینگ، شام تنکسگیوینگ فقط یه بوقلمون نیست، 10 تا چیز مختلف دورش هست. درسته. و اونا همیشه پیشنهاد میکنم من چی بیارم، چی بیارم. اگه پیشنهاد میکنید بهتر بلد باشین درست کنید. آفرین. تو رو خدا این کارو نکنه. درسته. همینطوری نگین. بیرونم نریم بخرین. بیرون هم نریم بخریم. اگر بلدین و درست میتونین بکنین، یه دونه از چیزای ساید رو که با اون سرو میشه رو پیشنهاد کنین بیارین، پیشنهاد بکنین.
اگر خواستن که خوشحال میشن بهتون بگم بیارم. اینا من تو قول میدم، ولی برای تنسیه بدونه دیگه الان گذشته دیگه، حالا الان چه درس برای سال دیگه میدی. برای سال دیگه از الان سال دیگه درس میده. آره خیلی ببینید من 20 سال شما دارم بهتون میگم هنوز بعضی چیزا رو یاد نگرفتید. نه ما قرار قضا نگفتید، این دفعه دعوت هم نکرد. ما خونه خودمون بهمون داریم، ولی خب چیکار کنیم؟ دعوت فقط میکردید. ببینید الان امکان داره یه دست شب بخوام برن مثلا، یا فردا میخوام برم مهمونی تنکسگیوینگ. این تو دیوانه‌ای که فردا برم مهمونی تنکسگیوینگ چرا اتفاق میفته؟ بعد ولی برای سال دیگه رزرو کنید، اندوخته کنید برای سال دیگه. بله بله. و واقعا آقا امسال کریسمس لاس وگاس که خبر نیستش. شاید این کارا رو برای لاس برای کریسمس بخواید انجام بدید. چون امسال سفرهای کریسمسی فکر نمی‌کنم به اون صورت انجام بشه. فکر نکنم انجام بشه. نه. چون الان میدونی که ام جی ام و مندلی بی تعطیل کردن. بله. بله. و دوست عزیزی که یواشکی رفت در لاس وگاس برگشت و اومد به من گفت که اصلا خلوت خلوت بود، کسی نبود خالی. اصلا تو کازینوها کسی نبود، چی خالی خالی گفت ولی همینطوری تمیز میکردن، بدجوری تمیز میکردن، نیستش ولی آره تمیز میکردن. آره. ولی هنوزم ما توصیه میکنیم دستکش رو، حالا دستکش نه، دستتون بشورید، ماسک بزنید، ماچو بوسه نکنید، دور واسید از هم دیگه. بران هم که رستوران ها تعطیل شده در لس آنجلس بزرگ، من متوجه میشم، برای اینکه ما دیدیم هنوز یه چادرایی زدن بعضی رستوران ها. خیلی متاسفم برای رستوران ها، واقعا از نظر مالی ضربه بزرگی میخوره، ولی مقامات چاره ندارند. درست. چاره ندارند، تخت کمه و خیلی مسائل دیگر. حالا خاطره داری تو تنکسگیوینگ که برات انجام اتفاق افتاده باشه؟ یه خاطره خیلی، یعنی اشتباهی که کرده باشی، لغت نمیتونم اون لغت رو عنوان کنم. من آره من اشتباه نکردم، ولی بودم دام. که بود. آره دام احمقانه. آره آها آره. خودت گفتی. من ندیدم، ولی دیدم که اتفاقات احمقانه افتاده. آها مثلا عروس یه خانواده که برای اولین بار مادر شوهرش رو همه رو دعوت کرد و گفت من میخوام درست کنم. چند روز پیشم تذکر به شما دادم. آره. گفته که من میخوام درست کنم. همون گفتم باشه، عروس رو میخواد درست کنه. با خوشحالی بغلم گنده رو آورد، گذاشت روی میز و بعد گفتن کی باید ببره؟ مرد خانه باید ببره اینا. همیشه سنتی اینه. گفتن همینجا ببر ببینیم آقای داماد بلدی یا نه. یه دونه از اروهای برقی آوردن برایش، چاقوی برقی رو شروع کرد، همینجوری برید هی میخورد به یه چیزی. بعد وقتی که بازش کردن، اون پاکتی که پاکت خیلی زخیمی میگه فروشگاه میذاره، دلجوگر اینا رو میریزه اون تو نشسته، همچنان پخته بود با هم دیگه. پاکت پخته بود، اونا پخته بود با هم، پخته بود همه. تو خودت حالا اشتباهی نکردی تو تنکسگیوینگ؟ نه، برای اینکه سالهای سال خب من درست نمیکردم تنکسگیوینگ، همسرم درست میکرد و زیاد من اشتباهات آنچنانی نکردم در تنکسگیوینگ، ولی این چیزی بود که دیدم اشتباهاته. شما چی آقای امراسه؟ شما که اصلا فقط خوردین که؟ من خوردم. اشتباهی چیزی خوردی؟ اشتباهی هم نه، من خوردم. فقط داستانی که من دوست دارم اتفاقا بوغلمون رو دوست دارم. من دوست ندارم. آره بوغلمون دوست دارم، بوغلمون رو خوش رو دوست ندارم، ولی بوغلمونی که باشه دوست دارم. بعدم این که نه، من چیز به اون صورت نبودش. تنها چیزی که دفعه اولی که مهمانی تایسکی میرفتم همون سال 79 احمقانه گفتی خب اون کارته، اون کارتی که آره اون جایی خودشو داره، سال 79 بود که من رفتم مهمونی و بعد برام جالب بود چون نوعی که اینا سرو میکردن و غذا و این مسائل و این گریوی که میریختن. آره. و این چیزا. البته اون یم یا اون مثلا اون اصلا نمیتونم بخورم، سیب زمینی شیرین نباشه اصلا دیگه نمیتونم بخورم. من اونو نمیتونم بخورم، خیلی اصلا. دوست دارم اونو. او من اصلا دوست ندارم اونو. تنها شیرینی که دوست دارم اونه با بوغلم. آره. اینو در البته نمیدونم ایرانم شاید یه دلان این جشنو بگیرن در ایران، برای که خب ایرانی هم خیلی دنبال میکنن چیزای سنت های دیگر رو. ولی من صحبت میکردم همین جدیدن با دوستانی در ایران که الان به شدت تردد اتومبیل ها با شمارهایی که دارن از ایالت های دیگه یا استان های دیگه میان رو کنترل میکنن و جرمه های بزرگی میکنن. بله. و تا گفتن که کسی نمیتونه بره دیگه از ایالت خودش به قرنطینه از استان خودش، گفت دو سه روز که مونده هنوز وقت بود همه رفتن شمار.
همه رفتن شمال. شمال آخه سرای من است. گفتن همه جای ایران شمال سرای من است. گفتن چرا دارین میرین؟ خبرنگار میگه آخه ما دیگه الان زودتر بریم، اون روز دیگه نمیتونیم بریم. گفتن اگه نتونیم برگردیم چه؟ گفتم میمونیم دو هفته. دو هفته میمونیم. چیکار کنیم؟ یه خورده ما ملت دل به نشاطی هستیم. خوبم هست از یه طرفی، از یه طرفی هم بسیار خطرناکه. دیدیم که الان کشوری که همش صحبت از این میکردن که نه ما خب فقط مرزها رو میبندیم ولی مردم نیازی به ماسک ندارن، سوئد و تصدیقاتی گرفته شد از سوئد درها رو بس، مردم رو آزاد گذاشت. ولی الان دیگه نه دیگه، الان مردم هم دیگه نمیتونه، الان مردم هم نگه داشته. البته من یه سیاست بگم درباره کشور اروپایی مثل سوئد یا مثل ایتالیا، اینا سن بالا زیاد دارن توش. درسته اینا بعدشون نمیاد یه سری کم بشن. به خود من اینجوری فکر میکنم درباره اینا، مسن زیاد تو اروپا، نمیدونم آره. چرا خب اینجوریه دیگه. مثلا کشور ما جوان زیاد داره، نکنه مسن به دنیا میان، نمیدونم، ولی کشور ما جوان زیاد داره. نه به خاطر که برعکسه، ما تو ایران مردم غذا ندارن بخورن، گشتگی میکشن، همه حرفا بازار میان تو تلویزیون میگن آقا بچه بیشتر، بچه بیشتر، یارو طرف 4 تا بچه داره، 5 تا. توی اروپا طرف خیلی به جنبه به تکو بخوره یه دور بچه داره، نه دو تا بچه داره. برای همین تعداد بچه ها کمتر شده دیگه. این هم وجود داره، وجود داره. برای اگر رفت سال دیگه ها، امسال که رفتین تنکسگیوینگ، اگر رفتین تنکسگیوینگ لباس های تنکسگیوینگی بپوشید، لباس های پاییزی بپوشید. آره. رنگ قهوه‌ای مانند. آره. قهوه‌ای روشن، نه بسیار بسیار قرمز ها میپوشن، قرمز و برگ و فلانه اینجا ده هست. خیلی مهمه، خیلی هم مده اینا بسیار این دوره. من دوست ندارم آدم ها همشه چکر رو گنده میکنه. آره اینا کده کلوفت هم هست. آره خیلی بله، من همشه گرم همشه به موقع هم برید. او در مورد عرضا، در مورد انتخابات در امریکا بهتون بگیم که هنوز یک مقدار صحبت هست. خب خیلی ها میگن اگرم تقلب هیچ تأثیری بر روی انتخابات نداشته، باید یه تصمیم مهمی گرفته بشه، بگه تقلب تقلبه. بله. اینطوری نمیشه از گذشت که مثلا تقلب شده ولی خب انقدر زیاد نبوده مثلا. درسته. یکی از سوال ها رو مثلا فلانی تقلب کرده، ولی الان یه عده که خیلی جدی هستن میگن نه تقلب تقلبه، باید آیا بهش رسیدگی میشه نه. خب یه عده میگن فراموش کنیم بریم جلو، ولی اگه اینطوری بریم جلو و این تقلب به نتیجه‌ای نرسه و درست نشه، واقعا برای آینده انتخابات در امریکا مضر خواهد بود. واقعا مضر خواهد بود. ببینید، بریم نگاه کنیم به ورزشی بوکس. تو دنیا الان اون وجه خودش از دست داده، برای که همیشه فکر میکنن یه ساختگیه. آره و بوده و بوده و وقتی سه تا داورا تصمیم گرفتن و توش دیدیم که تو چه اتفاقاتی افتاده، برای همین بوکس رنگ خودش رو باخت. الان هم این انتخابات در آمریکا یه مقدار این وحشت رو به وجود آورده که نکنه رنگ به بازه. ولی بهتون قول میدم 4 سال دیگه در سال 2024 یک مقدار تغییراتی ما خواهیم دید. 100 درصد. خواهیم دید 100 درصد در نحوه رأی دادن و رأی گرفتن و همه مسائل انتخاباتی اتفاق خواهد افتاد. ولی کمپانی بزرگ داروسازی که این واکسن رو دارن کار میکنن، قول دادن که این به قول همون معروف گروش گم خواهد کرد رفت کرونا، یعنی که تا زمستان سال دیگه، تا زمستان سال آینده، سال آینده 2021 کلن از بین خواهد رفت. و شما گفتین واکسن نمیزنین؟ فکر میکنم الان بزنم. نه مثلا اومد بیرون و دکترتون هم داره میتونیم بریم بزنین؟ نمیزنین؟ چه میزنین؟ من هم 3-4 ماه بعد، سه چهار ماه بعدش میزنین؟ من اینکه مجبور شم، من مجبور بشم. من بارها گفتم من اگه دکترم که خیلی بهش اطمینان دارم، بله بله، اگه بگه بیا بزن میرم میزنم. انشالله که دکترت هم اشتباه بکنه بگه بزن. یک بحث دیگه داریم جالب، بر میگردیم در موردش صحبت میکنیم. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. بریم حالا سراغ سوشال میدیا. مثل چی عریضا؟ مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک، مثل لینکدین. اینا همهشون هستن. حالا بازم لینکدین و تویتر یک مقدار بهتره، کنترل شده تره. تویتر نه،
توییتر من چیزایی توش میبینم، بعد بیراهایی میبینم، همه با هم دیگه میگن ما ایرانی ها، که اصلا باور نشدنیه و دردناک. من توییتر اکانت دارم و کانکشنم داریم، ولی زیاد اکتیو نیستم در توییتر، یعنی برای اینستاگرام و فیسبوک. ولی اینجا یه مسئله میخوام بگم که این صحبت خیلی هست. صحبت اونم اینه که یک زمانی بود که دولت میامد جاسوسی میکرد، مثلا یک سازمانی برای مردم جاسوسی میکرد، علیرضا. الان ما خودمون کمک میکنیم برای خودمون جاسوسی رو انجام بدیم. درسته. نگاه کنید، من توصیه میکنم یک مقدار، یک نگاهی به سیستم خودتون بیندازید. این فیلم سوشال دیلاما اونو ببینید. دیلاما فارسیش هم سوشال دیلاما. آره. ببینید، با دی آی شروع میشه، ببینید حتما و ببینید که چقدر آشنا میشید. شما دیدین؟ بله. خوشتون اومد؟ خیلی. داستان حقیقی و چیزهای خیلی رو در میان میذاره. و من اینو به یک زن شوهری توصیه کردم که نگاه کنن، برای که اختلاف زیادی به وجود اومده بود. خیلی تاثیر گذاشت روش. 100%. ولی خب برای همینه ماها خودمون، برای اینکه مثلا بگیم باری کلا چه پسر خوبی داری، میاد ببین چه کارهایی میکنه، میایم این کارا رو میکنه. آره. نمیدونم اون یکی میاد خودشو نشون میده. ببینید تمام اطلاعات عکس خودمون رو میذاریم بالا. همینطوری عکس سلفی گرفتن و عکس از بچهای کوچولتون میگیرین، دارن هر کاری انجام میدن در فیسبوک، در جامعه. ببینید من نمیخوام بگم نکنید. این همین فیلم سوشال دیلما یه فیلمیه که دیدنش برای این هستش تمام کسانی که نقشی داشتن در ساختمان اینستاگرام یا فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی یا گوگل، همه اینها اومدن و تک تکشون صحبت کردن و داره نشون میده که به هر صورت این وسط چه اتفاقاتی میفته و چه چیزایی هستش و چه اطلاعاتی از شما کسب میکنن. باور کنید ما میبینیم کسایی که در این دایره دوستامو میبینیم که این کارا رو میکنن و خیلی هم صحبت میکنن و چیز خوبی نیست در موردش. اینی که کسایی که بچه‌هاشونو اکسپوز بکنن همینطوری، درسته یه عکس دو تا عکس حالا میشه متوجه شد، عکس خانوادگی برای بچهای 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ساله رو همینطوری عکس گذاشتن، بعد بدون هیچ دلیلی از خودتون عکس گذاشتن در مورد کارهای مختلفی که در انجام دلیلی نداره. به خدا دلیلی نداره. البته ما اینجا داریم صحبت میکنیم که به خودمون هم کمک بشه، فکر نکنید فقط ما داریم به شما میگیم، اینی که این شاید کمک بشه و یه مقدار تغییر انجام بشه و ما اینقدر اطلاعات خودمون رو به همه ندیم. بسیار عالی، مرسی از همتون، مرسی که برنامه ما رو نگاه میکنید. تا وقتی دیگر برنامه دیگر، خدا نگهدار.